أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه. در آیات گذشته ذکر خباثت ها و فساد بعضی از اهل کتاب، هم یهود هم نصارا بود، و در رابطه با یهود خواندیم که الله عز و جل اونها را خار و ذلیل کرد، و درباره یسارا فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، تا روز قیامت با هم دشمنی و بغض دارند، اختلاف و چند دستگی بینشون واقع شد. در آیاتی که تلاوت کردید، در این آیات نمونه از اون ذلتی که قرآن فرمود، نمونه از آن ذلت را میخوانیم و خلاصه این نمونه و این داستانی که اینجا بیان شده این هست که شما همه میدانید موطن اصلی و مسکن اصلی یهودی ها ملک شام بود، سرزمین شام بود و سرزمین فلسطین بود، جایی که حضرت یعقوب علیه السلام زندگی میکرد. اما بعد از اینکه یوسف علیه السلام در مصر به مصر تشریف آوردند و خاندان را، یعقوب را با فرزندان آوردند، یهودی ها ساکن و باشنده مصر شدند. تا زمانی که موسی علیه السلام مبعوث شد، از یعقوب تا موسی 400 سال فاصله هست. این زمان مدت کافی گذشته بود و به خاطر عملکردهای سو یهودی ها اینجا زیر دست بودند، غلام بودند، برده بودند، عزتی نداشتند. موسی علیه السلام یکی از هدفهای بعثتش نجات بنی اسرائیل بود. موسی تلاش کرد، فعالیت کرد، دعوت داد، کوشش کرد تا اینکه الله عز و جل نجاتشون داد از دست فرعون، و موفق شدند که به طرف شام برند، در صحرای سینا. بعد از اینکه از دریا عبور کردند، فرعون غرق شد، وارد سینا شدند، به سوی شام رفتند. بعد از اینکه به طرف شام رفتند، خب در شام یک قوم ظالم و مستبدی به نام عمالقه اونها آمده بودند و اونجا مسلط شده بودند. الله عز و جل به موسی دستور دادند، حال که خداوند این همه نعمت کرده، نعمت عنایت فرموده بر شما و شما را از خطرات مختلفی نجات داد و هر نوع نعمت بر شما خداوند عنایت کرد، حال شما بجنگید، جهاد بکنید با دشمن، یکی از فرایض است، تا اینکه پیروز بشید، و وعده پیروزی هم دادند. موسی علیه السلام عیناً پیام الله را ذکر کردند که در این آیه می‌خوانیم. موسی گفتند یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم نعمت خدا بر شما فراوان است. ببینید
و با توجه به این نعمت ها از ربتون حرف شنوی داشته باشید. پس جهاد کنید، مبارزه بکنید با دشمنان، دشمنان را الله شکست میده. اما این قوم، قوم بنی اسرائیل مرعوب بود از غیر الله، میترسید. اونها گفتن که این قوم، قوم بسیار قوی هست، مردان تنومندی دارد، امکانات دارند، جمعیتشون زیاد هست، ما توانایی جنگ نداریم. موسی علیه السلام اصرار کردند و گفتند ای قوم اگر شما جنگ نکنید بلا تکلیف میشید، خدا ناراضی میشه. بالاخره توافقی بین موسی و اونها شد که 12 نفر از سردارانشون، چون و جعلنا منهم 12 نقیبا، شما خواندید 12 تا سرپرست بودند که اونها همیشه با قوم مذاکره میکردند، قوم را آماده میکردند برای کارهای مهم. اون 12 نفر به عنوان نماینده فرستاده شدند برن اوضاع را بررسی بکنند و برگردند. اونها رفتند، سرداران رفتند و نقبا رفتند، رفتند اونجا و وقتی که احوال را مشاهده کردند، اولا دیدند که بسیار سرسبز، آباد، شاداب، از هر جهت خوب بود. اما مردان بسیار تنومند، بسیار قوی، اینها با هم مشوره کردند که ما وقتی که برگشتیم به قوم نگوییم از دلاوری های اینها، از جنگ افروزی های اینها، از قدرت اینها، از امکاناتی که اینها دارند، از ارتش مجهزی که دارند. من و شما قوم را تشویق بکنیم برای این بلاد و این سرزمین که چه بلاد خصبی هست، چقدر آبادی هست، چه جایی شما دارید، باید برای جای خودتون جان بدید تا پیروز بشید. با هم توافق کردند. اما اینجا که آمدند 10 تا از سرداران خیانت کردند و قوم را ترسوندند، گفتند بسیار خطرناک. فقط 2 نفر، قال رجلانی که اینجا آمده، 2 نفر، حضرت یوشع بن نون و حضرت کالب بن یوحنا، یوقنا، این 2 نفر قوم را تشویق کردن ای قوم بیایید بجنگیم، بیایید جهاد بکنید. اینها در کنار موسی و هارون مبلغ شدند، اما قوم ترسید، قوم قبول نکرد و جهاد را انجام ندادند، کنار گذاشتند. الله عز و جل اونها را ذلیل کرد. این نمونه ذلت. تا 40 سال الله فرمود فإنها محرمة عليهم 40 سنة، این شهر و این دیار تا 40 سال برای اینها حرامه، تا 40 سال اینها محروم، سرگردان. لذا 40 سال سرگردان بودن، نمیدونستن کجا برن، نه عزتی، نه حکومتی، نه قدرتی، نه جایگاهی، نه کاری، نه شغلی. لذا بسیار برای اونها سخت گذشت و در همین مدت الله عز و جل با وجودی که موسی دعا کرد که خدایا بین ما و بین این قوم ناسپاس جدای بینداز، اما این دعایش قبول نشد. موسی علیه السلام با قوم ماند همونجا تا اینکه رفته یه گوشه سر کوه اون و هارون خدا را عبادت کردند. هارون وفات کرد، موسی با دلی پر از درد و غم و اندوه آمد و خبر وفات هارون را داد. چند روز در میان قوم ماند، موسی علیه السلام هم وفات کرد. خداوند این 2 حبیبش را به طرف به ملاقاتش برد و قوم همونطور سرگردان ماندن تا 40 سال گذشت. یوشع را خدای عز و جل بعدن پیغمبری داد و یوشع دوباره قوم را و نسل جدید را ترغیب داد، تشویق کرد تا بالاخره جهاد کردند و خداوند پیروزشون کرد. لذا الله عز و جل این نمونه را که عرض کردم بنویسید، نمونه اول ذلت بر ترک جهاد. و اذ قال موسی لقومه یا قوم، زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم من اذکروا نعمت الله علیکم، این مقدمه است برای اعلان جهاد، نعمت خدا را یاد کنید بر شما، الله چه نعمت های عنایت فرمود. اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا،
نعمت اولی معنوی. الله در میان شما انبیایی فرستاد، اکثر انبیا از شما هستند. و دومین نعمت، نعمت مادی. و جعلکم ملوکا، الله شما را روی این زمین پادشاه قرار داد. خیلی پادشاهان از بنی اسرائیل بودند. و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، و به شما داد آنچه که نداد به هیچ یکی از عالمیان. جهانی شما را خدا نعمت هایی داد. ما خواندیم در سوره بقره چقدر نعمت خدا داد، هم مادی هم معنوی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای قوم داخل شوید به این سرزمین مقدسه. الارض المقدسه یا تمام سرزمین شام است، یا بیت المقدس است، شهر بیت المقدس. چرا بهش ارض مقدسه میگویند؟ به خاطر اینکه این سرزمین از قدیم از شرک پاک بوده، و دیگه اینکه مسکن انبیا بوده و محبت وحی بوده. و وضعت تلک الارض بذالک، وصفت این سرزمین موصوف شده به ارض مقدسه، لانها مطهره من الشرک، حيث جعلت مسكن الانبیاء عليهم الصلاه والسلام. روح المانی، چون از شرک پاک بود همش انبیا اینجا می آمدند. ارض مقدسه به این خاطر می گرد. التي كتب الله لكم، اون ارض مقدسه که خدا برای شما نوشته، کجا نوشته؟ در لوح محفوظ. كتب في اللوح المحفوظ انها مسكن لكم، تفسیر مدارک. در لوح محفوظ نوشته که مسکن شما همینه، پس شما این شهر داخل شید. ولا ترتدوا على ادباركم، پشت سر بر نگردید، فتنقلبوا خاسرین، خاسرین، ناکام، نامراد، زیانکار بر میگردید. اما ببینید قوم چه عکس العملی نشان داد. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، آنها گفته ای موسى در این سرزمین قومی هست بسیار جبار و متکبر، سرکش، متکبر است اینها، مسلط، قدرتمند. و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ما هرگز داخل نمیشیم حتی اونها خارج بشن. یعنی اونها برن بیرون تعرف کنن. بفرمایید، معنیشون همینه دیگه، اینقدر قوم بدبخت بشه ما داخل نمیشیم تا اونها داخل خارج نشدن. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر اونها خارج شدن ما داخل میشیم. اما در میان این قوم دو نفر بودند، از هم نقبا و سرداران بودند، و هم خوف الله در وجود اونها بود. الله میگه خوف من داشتن. چه خوبه که انسان در دلش خوف رب باشه. قال رجلان من الذين يخافون، گفتند دو نفر از آنهایی که میترسیدند، يخافون الله، از الله میترسیدند. انعم الله عليهما، اون دو نفری که خدا بر اونها انعام فرموده بود، همین دین، تقوا، خدا ترسی، خودش نعمتی است. اونها چه گفتند؟ ادخلوا علیهم الباب، ای قوم شما بر اون قوم از در شهر وارد بشید، شما وارد شهر بشید. شما که برید، خداوند وعده و فتح داده، در دل اونها رعب میاد، اونها خود به خود خارج میشوند. این دو نفر که بودند، تفسیر کبیر نوشته یوشع بن نون و کالب بن یوقنا، و کان من الذین یخافون انعم الله، یخافون الله و انعم الله علیهما بالهدایت و الثقت بعون الله والاعتماد على نصرت الله. این هر خدا نصرت کرده بود، انعام بر اونها داده بود که دلشون قرص بود، خدا ما را کمک میکنه، خدا ما را یاری میرسن. اعتماد داشتن، توکل علی الله داشتن، خوف خدا و تقوا داشتن. الله می فرماید اینها گفتن فاذا دخلتموه فانكم غالبون، هرگاه شما داخل بشید شما غالب میشوید.
و سبب حقیقی. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. و فقط و فقط بر الله توکل کنید ای قوم، اگر شما ایمان به خدا دارید باید توکل کنید. اما سخنرانی این دو بزرگوار هم تأثیری نداشت، باز هم قوم همون حرف جاهلانه و نادانی خودشون را زدند. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. گفتن ای موسى ما هرگز داخل اون شهر نمیشیم ابدا تا زمانی که اونها هستن اونجا. ما داموا فيها فذهب برو انت و ربک تو و ربت فقاتلا شما بجنگید. انا ها هنا قاعدون ما اینجا نشستیم. یعنی هر وقتی که شما جنگیدید اونها را بیرون کردید، همون که گفتم ما داخل نمیشیم تا اونها هستن، شما برید اونها را بیرون کنید. پروردگار قدرت داره، شما تنها میتونید، شما و پروردگارت. البته انت و ربک دو معنا داره، سه معنا اصلا بگیم. یکی این که البته این معنا ضعیف اولی، انت و ربک مراد از ربک سیدک و هو اخوک الاکبر هارون، تفسیر مدارکی ننوشته، یعنی آقای تو برادر بزرگ تو هارون، شما دوتا برید. اما یک تفسیر دیگه اینه که اونا هدفشون پروردگار بود و هم جدی جدی میگفتن، مسخره نمی کردند. معنایش حقیقی است، یعنی الوجه فی ان یقال اذهب انت و ربک یعینک علی قتالک. مدارک شما و پروردگار بروید، پروردگار شما را، رب شما را بر قتال اونها کمک می کند. شما که اونها را بیرون کردی برای ما پیغام بفرست، ما میاییم و اون وقت دیگه میتونیم بیاییم. ماشاءالله کمال هم میکنید. و دومی سخن اینه که نه، این استهزاءن گفتند، مسخره گفتند. تفسیر روح المعانی ابو سعود همین نوشته، و قالوا ذلك استهانتا و استهزاء، توهینا و استهزاء گفتن به سبحانه و برسولی علیه السلام و عدم المبالات بهما، یعنی نسبت به الله و نسبت به رسولش استهزاء کردن و پروا هم نکردن. لذا چی گفتند؟ فذهب انت و ربک فقاتلا شما بجنگید، انا ها هنا قاعدون ما اینجا نشستیم. قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی. موسی ناامید شد از این مناجات. موسی معلوم میشه چقدر دلش شکست، دلش شکست و این مناجات نومیدانه را کرد. قال رب، گفت پروردگارا، انی لا املک الا نفسی و اخی، من مالک نیستم مگر مالک خودم هستم و برادرم هستم، خودم و برادرم، کسی دیگه نیست. ففرق بیننا، بین ما جدایی بیفکن، ای بالعقاب علیهم لا علینا، و بین القوم الفاسقین، بین قوم فاسق. اما الله عز و جل فرمود که عذاب اینها و مؤاخذه اینها همینه که تا 40 سال از این سرزمین مقدسه که دورا دور ببینند، وصفش بشنوند، دلشان آب بشه، لذا از این سرزمین محروم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فیصله خداوندی و نتیجه مخالفت از امر جهاد. فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال، یتیهون فی الارض، که در زمین سرگردان باشند. سرگردانی عرض کردم اون چیزی که در داستان میگویند، تو داستانها هست، داستانهای تفسیری، ولی ثابت نیست. اینکه صبح میرفتند شب میدیدن همون جای صبح هستند، بعض حرکت میکردن میدیدن خب کجا میرفتن، اینا نخواستن برند. پس یتیهون یعنی بلا تکلیف بودند، سرگردان بودند. بلا تکلیفی هم یک عذاب بسیار بزرگی هست. بعضی افراد هستن میخوان یه جایی برن کاری بکنند،
یا یه سفری برند. خب اگر برند هم خوبه، اگر نمیرند و قطعی بشه که نمیرند، خب بازم یه مقداری راحت میشن، اما اینطور بلا تکلیف میشن خیلی سخت میشه. اینا بلا تکلیف بودن، امروز و فردا، امروز و فردا. این عذابی بود، سرگردان، نه عزتی داری، نه جایگاهی داری، نه خونه ای داری، لذا سرگردان بودن. برای مردم دیگه میرفتن کار میکردن، بیل میزدن، همون ذلت. لذا فلا تأس على القوم الفاسقین، ای موسی تو اندوهناک مباش، غمگین مباش بر قوم فاسقین، اینهایی که فاسقن تو بر اینها نگران نباش. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، الله می فرماید بر اینها تلاوت کن خبر دو فرزند آدم را به حق. ربط این آیه که به صورت بسیار مختصر داستان فرزند آدم آمده و بعد مجدد بحث بنی اسرائیل میاد چیه؟ اینجا مفسرین ربط های مختلفی گفتن. بعضی معتقدن که الله عزوجل با این داستان کوتاه بیان فرموده که دشمن همیشه خارجی نیست، دشمن دور از دور نیست، از جای دیگه نیست، گاهی دشمن از درونم هست، گاهی دشمن برادر خودت هست، چنانچه اینجا ثابت شد که کسی دیگه حابیل را شهید نکرد بلکه خود قابیل، خود برادرش. لذا این نمونه ای هست که دشمن خودی هم میتونه باشه و بیگانه هم میتونه باشه. بعد از این بحث قطاع الطریق میآید، راه زنان میآید که اونها را گرفتید به جزای عملشون برسانید. خب گاهی جنگ و درگیری میشه با چی؟ میشه با دشمن، کافر، مشرک. گاهی با همین هایی که در داخل هستند و دارند برای مردم ایجاد مزاحمت میکنند، دشمن همین ها هستند. پس از این جهت ربط بیان شده. اما شیخ ما حسین علی رحمه الله میفرماید که ما یک نمونه از ذلت خواندیم. این نمونه از ذلت برای چی بود؟ بر ترک جهاد بود. یعنی هر که جهاد ترک بکنه، جهاد یعنی دفاع از خود، هر کس جهاد را ترک بکنه چطور ذلیل میشه، 40 سال هم سرگردان میشه. و این نمونه دوم هست که هر کسی از خود دفاع نکنه مثل حابیل چطور کشته میشه. اینم نمونه از چی هست؟ از دفاع نکردن از خود. از این جهت گفتند که این هم در واقع دفاع نکردن است. الله می فرماید تلاوت کن بر آنان خبر دو فرزند آدم را به حق. ببینید دو فرزند آدم با هم چه دشمنی داشتند. بعضی داستانی تعریف میکنن که این داستان هم تو تفسیرها هست، ولی بازم داستان بنی اسرائیلی هست. لا نصدق ولا نکذب. میگوین چون که فرزندان آدم هر یکی ازدواج میکرد با خواهرش که از بطن دیگه باشه، اون خواهری که از بطن حابیل بود زیاد زیبا نبود، اون خواهری که از بطن قابیل بود زیبا بود. قرار بود حابیل با او ازدواج بکنه، قابیل نمیخواست. بالاخره به اونها گفته شده بود که صدقه بدن، صدقه هر کسی قبول شد اون دختر مال او هست، صدقه حابیل قبول شد. قابیل از اینجا حسادت کرد، ولی این زیاد به دل نمیخوره، به دلیل اینکه وقتی که شکم دیگری، شکم خود اون پسر برایش حلال نیست، پس چطور با قرعه کشی و با صدقه حلال میشه؟ دیگه درست نبود برایش، و این از قرآن و سنت ثابت هم نیست. پس به گفته شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله، علت همون چیزی است که در خود قرآن هست. علت همین چیزی هست که گاهی دو تا برادر حسادت میکنه، یک برادر را پدر دوست داشته باشه، یکی را دوست داشته نباشه، با هم حسادت میکنن. در جریان برادران یوسف همین بود،
یوسف را خیلی دوست داشت، اونا به این خاطر حسادت کردند. پس اینجا یکی را خدا دوست داشت، یکی را دوست نداشت، چون که مخلص نبود، چون که با خدا نبود. هر دو تا صدقه آدم علیه السلام به فرزندان اشاره کرد که شما صدقه بدید در راه خدا. اینا مال داشتن، صدقه دادن. اما این هابیل یک قوچی، یک چیز ارزشمندی داد. الان تو تفسیرا نمیشته قوچ. و قابیل این مشتی گندم داد. اون آتش که از آسمان می آمد در شرائع گذشته بود، آمد و صدقه هابیل گویا قبول شد، او را ربود و برد. صدقه قابیل قبول نشد، این باعث حسادت شد. چرا از اون قبول شد از من نشد؟ یعنی چرا خدا او را دوست دارد من را دوست ندارد؟ معنیش این میشه دیگه. پس حسادت بود. اون بحث خواهر و اینا زیاد به دل نمی نشینه. ببینید خود قرآن چی فرموده؟ اذ قربا قربانا، زمانی که هر دو تقرب کردند، یعنی قربانی کردند، قربانی، فتقبل من احدهما، قبول شد، پذیرفته شد از یکی. و شما میدونید همیشه صدقه با چه شرطی پذیرفته میشه؟ با زیادی و کمی، نه با اخلاص اگر باشه. ولم یتقبل من الاخر، و قبول نشد، پذیرفته نشد از دیگری. لذا وقتی که قبول نشد او اون را تهدید کرد. قال لأقتلنك، گفت حتما حتما من تو را میکشم. ببینیم اینجا هم معلوم میشه که بحث روی همین قبولیت بود. اون گفت آخه برادر من چه گناهی کردم؟ انما يتقبل الله من المتقين، خداوند قبول میکنه از اهل تقوا. پس معلوم میشه که حسادت روی چی بود؟ روی خواهر و چیزی دیگه نبود، روی قبولیت و عدم قبولیت بود. چرا از تو قبول شد از من قبول نشد؟ چرا تو را خدا دوست داره من نداره؟ چرا تو محبوبی من نیستم، من مبغوزم؟ اون علتش را گفت. گفت برادر انما یتقبل الله من المتقین، جزی نیست که خداوند قبول میفرماید از انسانهای خدا ترس. تو اگر این اوصاف را پیدا کنی برای تو هم قبول میشه. و بعد اون وقتی که تهدید کرد لأقتلنک، شیخ رحمه الله میفرماید ببین جوابش همین باعث میشه که انسان مظلوم واقع بشه. نباید در مقابل ظالم اینطور مظلوم بشی. چه جوابی میده؟ لئن بسطت الی یدک، اگر دستت را بلند کنی به سوی من، لتقتلنی، تا مرا بکشی، ما انا بباسط یدی الیک، نیستم من بلند کنم دستم را به سوی تو، لاقتلک، تا بکشم تو را، انی اخاف الله رب العالمین. این علت است. چرا من دستم را بلند نمی کنم؟ چون من از الله می ترسم، اون اللهی که رب عالمیان و جهانیان است. و باز انی اريد ان تبوء باثمي واثمك، من میخوام تو رجوع کنی به گناه من و گناه خودت، یعنی ببری هم گناه من را هم گناه خودت را، هر دو گناه به دوشت باشه. فتكون من اصحاب النار، بشی اهل جهنم، جهنمی بشی. و همین جزای ظالم است، ظالمین است، هر کسی ظلم بکند. بالاخره با این جواب هابیل اون بیشتر برا شفته شد، بیشتر عقده‌ای شد، به حدی عقده‌ای شد که فطوعت له نفسه قتل اخی، بنده نفس بود، نفس او برای خوش کرد برایش قتل برادر را، یعنی برایش خوشایند شد، خوب شد، گفت خوبه، باید بکشم. فقتله، او را کشت، شهیدش کرد. فأصبح من الخاسری، از زیان کاران شد، خساره ابدی و سرمدی دامنش را گرفت. خلاصه این برادرش را کشت، الان نمیدونه چی کارش بکنه، به دوشش هست یا به زمین گذاشته و فکر میکنه چی کار بکنه. تا اینکه خدای عزوجل برای راهنماییش کلاغی را فرستاد.
کلاغی کلاغک دیگر که مرده بود او را دفن کرد، با پاهای زمین را گود کرد و اون را گذاشت و بعد خاک ریخت باز با پاهایش. این متوجه شد که من چقدر کودن، چقدر نادان که این حیوان، این پرنده از من بیشتر حالیش هست، متوجه است. از اینجا معلوم میشه که از روز اول برای فرزندان آدم کسانی که میمیرن برایشون دفن بوده، چیز دیگه نبوده. سوزاندن و خاکستر کردن و اینا مال فرزند آدم نیست، فرزندان آدم نیست. الله میفرماید فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، پس الله فرستاد کلاغی را که جستجو میکرد در زمین، لیوریه، تا که او را یبحث، میشکافت زمین را تا به او نشان بده، کیف یواری، چگونه بپوشاند، سو اتاخی، مخفی کند جنازه برادرش را. قال یا ویلتا، گفت ای وای بر من، ای حسرت و افسوس بر من، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، آیا عاجز شدم از نظر عقل و پیشرفت این که باشم مثل این کلاغ، فاواری سوءت اخی، پس من بپوشم جنازه برادرم را، فاصبح من النادمین، این از پشیمانان شد، پشیمان شد که من چقدر نادان بودم، هم برادرم را کشتم بعد از اون نمیدونستم چیکار بکنم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، به خاطر همین، یعنی اشاره به واقع مذکوره هست، من اجل ذلك اشاره به همین داستان قابیل و حابیل است، به خاطر همین ما نوشتیم بر بنی اسرائیل. چرا نوشتیم؟ القصاص، بعد تفصیلش میاد، انه من قتل نفسا بغیر نفس. پس چونکه اون برادر را کشت، ما نوشتیم که هر کسی از این به بعد کسی را کشت، چون حکم قصاص از بنی اسرائیل چی شد؟ مشروع شد. و باز در بنی اسرائیل کسی را میکشت، دیگه غیر از کشتن دیگه نبود، نه دیه بود، نه عفوی بود، نه چیزی دیگه بود. از اونجا حکم قصاص لازم شد. ببینه عامه مفسرین همین میفرمایند که من اجل ذالک اشاره به چی هست؟ به واقعه مذکوره هست، یعنی به این دلیل و به منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر ما برای بنی اسرائیل قصاص را نوشتیم. پس تقدیر عبارت میشه من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل القصاص، عند المفسرین همینه. اما شیخ رحمه الله چیز دیگه میفرماید، کسی اگر بدون مقدمه نظر شیخ را بخواند شاید به ذهن ننشیند، اما وقتی که ما قبل و ما بعد را نگاه بکنید میدونید که نظر شیخ واقعا نظر درستیه، نظر صاحبی است. شیخ رحمه الله میفرماید در تمام اینها موضوع جهاد است. قبلا هم شما خواندید که موضوع جهاد بود، تو این سوره هم موضوع جهاد است، و بالخصوص قبل از این بنی اسرائیل ذلیل شدن به خاطر چی؟ به خاطر ترک جهاد، به خاطر ترک جهاد. پس اینجا خدای عزوجل این نظیر را ذکر کرد که هر کسی، چون اون زمان، الان حابیل هم گناهی نداشت، اون زمان اجازه نبود کسی از خود دفاع بکند، یعنی بحث جهاد اصلا مشروع نشده بود که ما بگیم حابیل باید با اون ظالم می جنگید. اما بعد از اون، تا اینکه اینطور نباشد که هر که بیاد هر کسی را اینطور مفت بکشد، به این خاطر ما نوشتیم بر بنی اسرائیل القتال، نه قصاص. ما چی را نوشتیم؟ قتال را، جهاد را. پس شیخ رحمه الله می فرماید که ما به بنی اسرائیل نوشتیم به خاطر سکوت، که نباید کسی در مقابل حقی خودش ساکت بشه و دفاع نکند. پس ما بنی اسرائیل را نوشتیم که ساکت ننشینید، از خود دفاع کنید، ولی اونها نکردند، همین که نکردند ذلیل شدند. پس موضوع همون یکیه. اگر این توجیه را بیاریم، خب کل
مسئله ربط و مناسبت آیات هم چی میشه؟ حل میشه. لذا الله میفرماید من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، از این جهت ما نوشتیم قتال را بر بنی اسرائیل، جهاد را، انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد، این مطلب را که هر کسی بکشد یک نفسی را بغیر از اینکه در مقابل نفس باشه، همینطور بنا حق، او فساد فی الارض، یا به خاطر فساد در زمین بکشد، میخواد فساد بکنه میکشد، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا این انسان تمام انسانیت را کشت، پس باید با این بجنگید، و من احیاها، هر کسی نفسی را احیا کرد، زنده کرد، از موت حتمی نجات داد، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا او همه مردم را زنده کرده. و برای همین قانون، قوانین الهی، به خاطر همین عدل و عدالت ها ما انبیا را فرستادیم، و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات، همانا پیش اینها، پیش این بنی اسرائیل، پیامبران ما آمدن با بینات، با دلائل، با معجزات آمدن، اما اینها نقض عهد کردند، پیمان شکنی کردند، ثم ان كثيرا منهم، سپس همانا بسیاری از بنی اسرائیل، بعد ذلك، بعد از اون، لمسرفون، مسرف یعنی متجاوز، متجاوز شدند، عهدها را شکستند و پیمانها را زیر پا گذاشتند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الله عز وجل اینجا در این آیات حکم قطاع الطریق را بیان فرموده. ربطش این هم میشه که گاهی دشمن، که در آیه گذشته هم خواندیم، گاهی دشمن خودی هم میشه، گاهی دشمن از خود خانواده هم میشه، و گاهی دشمن تو اون کافر و حربی هست، گاهی در کشور خودت هم هست، همینی که باغی هست، همینی که میره راهزنی میکنه، همینی که میره گردن بگیری میکنه. لذا با اینها هم جهاد لازمه، بس جهاده، نه، با اینها هم جهاد لازمه. یک ربط اینه که امام رازی رحمه الله نوشته که ان هذه الايه في هؤلاء الذين، این آیه درباره اونهایی هست که حق الله تعالی عنهم من بنی اسرائیل، خداوند درباره اونها حکایت کرده از بنی اسرائیل که انهم بعد ان غلظ الله عليهم عقاب القتل العمد، بعد از اینکه خدای عزوجل بر اونها عذاب قتل عمد را چی کرد؟ برای اونها با شدت اعلام فرمود، العدوان، فهم مسرفون فی القتل مفسدون فی الارض، پس اینها مسرف هستند در قتل و مفسد هستند فی الارض، فمن اتا منهم بالقتل والفساد، هر کسی که از اینها از این به بعد کسی را کشت یا فساد کرد، فجزاؤهم کذا و کذا، اینجا جزایشون نوشته، فجزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزایشون این و این. پس این در واقع جزای یهودی هست که اونها قطاع الطریق بودند، نوشته، یعنی ربطش اینه که اینها هم از یهودی ها بودند. ولی خب الان حکم عام است، فرق نمی کنه، هر کسی که قطع الطریق میکنه، رهزنی میکنه، حکمش اینه. چیه حکمش؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزی نیست جزای کسانی که می جنگند با خدا و رسول، این محاربه هست، جنگیدن است، جزای اینها که محاربه میکنن با الله و رسولش، و یسعون فی الارض فسادا، و تلاش میکنن در زمین فساد را، این و یسعون تفسیر یحاربون، یعنی در زمین فساد را تلاش میکنن. فساد چیه؟ همین نامنیه، دزدیه، مردم را اذیت کردنه، این فساد است. کسانی که این نوع فسادها را می کنند، جزایشون چیه؟ ان یقتلوا، این که کشته شوند، این که
ببینید چند تا حکم است، چهار حکم است. ان یقتل، یا اینکه کشته شود، او یصلب، یا اینکه به دار زده شود. دو، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا اینکه دست و پایشان چی بشه؟ قطع بشه، برعکس، یعنی دست راست پای چپ، من خلاف یعنی برعکس. چهارم، او ینفو من الارض، یا اینکه از زمین جلاوطن بشه، یعنی به زندان انداخته بشه. معنیش اینه که در زمین آزاد نگردند، آزاد زندگی نکنند. خب الان او آمد، او آیا برای تخییر است؟ آیا معنیش اینه که حاکم اختیار داره یا بکشد یا بدار بزند یا اصلا زندان بکنه فقط؟ نه خیر، او برای تخییر نیست، او برای تنویع هست. چند نوع هست، چند نوع کیفر، چند نوع جزا، به دلیل اینکه جنایتشون چند نوع هست، جنایت متفاوته. جنایت چیه؟ ببینید، کسی میره راهزنی میکنه، او موفق نمیشه مالی ببره، فقط چی کار میکنه؟ فقط عرض کنم که آدمی از دستش کشته میشه. خب این که کشته بشه. دومونه که کسی هست که هم کسی را میکشه و هم عرض به خدمت شما که مال میبره، هم میکشه و هم مال میبره. این باز بدار آویخته بشه، دست و پایش قطع بشه و بدار بیاویزن تا برای دیگران عبرت بشه. دو جنایت کرده، دو جزا داره. سوم اینه که فقط مال مردم برده، مال مردم برده، کسی را نکشته، اینه بگیرن دست و پایش را قطع کنند. چهارم اینه که نه موفق شده کسی را بکشه، نه موفق شده مال کسی ببره، فقط ایجاد رعب کرده، دستگیر شده. اینی که فقط مال، نه مال برده نه کسی کشته، فقط مردم را ترسونده، وحشت زده کرده، این را بگیرن ینفو من الارض، از زمین این را چی بکنن؟ جلا بکنن، یعنی بندازن تو گوشه زندان، چقدر هر اندازه که قاضی سلامی دونه، حاکم سلامی دونه، تا اندازه که احساس بکنه توبه کرده، 5 سال 10 سال کمتر بیشتر. لذا این جزای محاربین هست با توجه به تفاوت جنایت هایشان. اینجا جزاهایشون هم چی هست؟ متفاوت. لذا الله می فرماید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جز این نیست جزای کسانی که می جنگن با خدا و رسولش، و یسعون فی الارض فسادا، در زمین فساد میکنن، ان یقتلوا، کشته شوند، او یسلبوا، یا که بدار زده بشوند، در صورتی که هم مال بردن هم قتل کردن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا قطع بشود دستشان و پایشان برعکس، در صورتی که فقط مال بردند. زیرشون بنویسید در صورتشون را. او ینفو من الارض، یا اینکه از زمین نفی بشن، یعنی از زمین بیرون کرده بشن، تو زندان انداخته بشن، در صورتی که فقط ترسوندن مردم را، موفق نشدن مال ببرن یا قتل بکنند. خب این رسوایی در دنیا است، دست و پایش قطع، همه میدونه این قطع و طریقه، یا بدار آویخته شده، همه میدونند، تو زندان افتاده. اما این رسوایی در دنیا است، در آخرت هم عذاب برای اینها. ذالک لهم خزی فی الدنیا، این برایشان رسوایی است در دنیا، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای آنها در آخرت عذاب عظیم هست، برای آنها در آخرت عذاب عظیم هست. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه بکنند، توبه محاربین، تابو من قبل ان تقدروا عليهم. ببین شما دستگیرشون کردید تو زندان، پیام فرستاد حاکم صاحب من توبه کردم، نه، قبل از این که شما اونها را دستگیر بکنید توبه کردند. در این صورت
حقوق الله معاف میشه، حقوق العباد معاف نمیشه. اگر قتلی کرده بود باید قصاصش بشه، اگر مال برده بود باید دست و پاش قطع بشه. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اینکه شما بر اونها قادر بشید، مسلط بشی، فعلموا ان الله غفور رحیم، بدانید که خدای عزوجل در رابطه با اونها غفور بخشاینده و مهربان است. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بعد از این موضوع، موضوعی هم جهاد بود، جهاد با محاربین و همچنین جهاد با دشمنان، الله عز و جل خطاب می فرمای مؤمنین را که از خدا بترسید و با توسل بالاعمال شما قرب خدا را حاصل کنید و جهاد کنید در راه الله. جهاد کنید، اول ترجمه را دقت بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از خدا بترسید، و ابتغوا الیه الوسیله، و به سوی خدا وسیله بطلبید، یعنی توسل، متوسل بشید به خدا. چطور متوسل بشیم به خدا؟ اولا ببینید وسیله هی فعیله بمعنی ما یتوسل به الى الله. وسیله بر وزن فعیله هست، هر آن چیزی که انسان به وسیله او به خدا برسد، یعنی به واسطه او انسان به خدا برسد، اون را میگم وسیله. خب انسان به وسیله چی چیزی به خدا میرسد؟ اینجا علامه آلوسی نوشته من فعل الطاعات و ترک السیئات. چیزی که تو را به خدا میرساند چی هست؟ فعل طاعات و ترک سیئات. ببینید صورتهای توسل که انسان را به خدا میرساند و انسان قرب خدا را حاصل میکند زیاد هستند، اما بعضی از صورتهای توسل هستند که اونها بالاتفاق ناجایزند. بعضی صورتها مختلفی هستند که بنده اینجا کوتاه خدمت شما توضیح میدم. اولا کسی که میخواهد قرب خدا را حاصل کند یا اصلا توسل بگیرد در دعا، یکی از توسل اون چیزی که قرب خدا حاصل، اون که طاعت و ترک سیئاته، اما در دعا کسی میخواد توسل بگیره، اون توسلاتی که از قرآن و سنت ثابتن اونا بلا اختلاف، مثلا توسل بالایمان ما خواندیم، ربنا آمنا بما انزلت الرسول یا انزلت على الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، یا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا. ببین در این دعاها به ایمان توسل گرفته شده، و بعد از توسل میگه فاغفر لنا، ما را ببخش. پس توسل بالایمان جایزه، توسل بالاعمال الصالحه هم جایزه که انسان به عمل خودش متوسل بشه، هم در قرآن است، هم اون حدیث معروف که سه نفر در غاری قرار گرفتند و دهنه غار به وسیله سنگی بسته شد، بعدن گفتن بیاییم با هم، در حدیث صحیح هست، هر کسی عملی انجام داده اون را پیش خدا، به خاطر خدا اگر انجام داده پیش خدا وسیله بگیرد تا خدا فرجی بیارد. هر یکی یک عملی، یکی برای پدر مادر خدمت کرده بود، یکی از گناه دست کشیده بود، موقعیت زنا فراهم شده بود اما نکرده بود، یکی مال بنده خدا را سالم نگه داشته بود به خاطر خدا و ترس خدا، اینها را وسیله قرار دادن، الله تعالی فرج آورد. این توسل درسته، توسل به دعای صالحین، دعای کسانی که حیات دارند،
این بلا شک جایزه. یک بزرگی را بگو برای من دعا کن، یک عالمی را بگو، یکی از صالحین را بگو. مگه صحابه نیامدن خدمت رسول الله تقاضای دعا نکردن؟ یا رسول الله همه جا قحطی، دعای باران بفرمایید. آن حضرت دعا کردن، کسی برای مالش تقاضای دعا کرد، کسی برای هدایت مادرش تقاضای دعا کرد. خلاصه خود آن حضرت وقتی عمر رضی الله تعالی عنه به عمره رفت، گفت که برادرت را از دعا فراموش نکن. این توسل هم درسته و همچنین توسل بالاعمال، صورتهای بالاعمال هم زیاد هست. مثلا یکی از هم از اعمال هست و هم از ایمان هست که کسی میگه خدای به محبت پیغمبرت، یعنی به خاطر اون محبتی که من با تو دارم و با پیغمبرت دارم. خب این جزء ایمانت هست، تو با خدا محبت داری، خدا را دوست داری، رسول خدا را دوست داری، این جزء ایمان هست. به این هم میشه که توسل گرفت. اما توسلی که اون توسل جایز نیست به اتفاق علمای اهل سنت، اون توسل از اصحاب قبور که انسان، یعنی همون اغاثه، ما اون را در واقع توسل نمیدانیم، استغاثه کردن میدونیم، که کسی که فوت کرده، بزرگی که فوت کرده، بره سر قبرش و متوسل بشه، او را خطاب بکنه که تو پیش خدا برای من دعا بکن. چنین توسلی از هیچ آیه و از هیچ حدیثی ثابت نیست که انسان بره بگه ای فلان بزرگوار، ای شخصیت. من دو سه روز پیش عبارت شاه محمد اسحاق را خواندم که فرمود عبارات فقها عام هست در عدم جواز توسل. هم انسان نمیتوند بر قبور صالحین بره و اونجا تقاضای دعا بکنه، و هم بر قبور انبیا بره و تقاضای دعا بکنه. این به هر حال کسانی غیر خدا را صدا زدن را بعضی توسل میدانند، این توسل نیست، یا فلان تو کمک بکن، یا فلان دست مرا بگیر، این توسل نیست، این استغاثه هست، این فریاد طلبیدن هست، دعا طلبیدن است، فریاد زدن است، که اینها را ما جز ندای غیر الله و دعا از غیر الله میدانیم. اصلا عنوان توسل بر این درست نیست. و یک توسلی که بین خود اهل سنت مورد اختلافیه اینه که کسی به حق کسی یا به حرمت کسی، البته به حق کسی دعا خواستن، علما نوشتن، فقها نوشتن، هیچ کسی بر الله حق ندارد. لذا به حق اهل بیت، به حق محمد، به حق پیامبر، این به هر حال درست نیست. اما به خاطر فلانی، به جاه فلانی، به خاطر مقام فلانی، اینجا بعضی از اهل سنت، چون بعضی از بزرگان جزء معمولاتشون بوده، میگن درسته. اما بسیاری از دیگر از بزرگان میگن درست نیست، فلانی جایگاه پیش خدا داره، برای خودش داره، اون جایگاه برای من و تو نیست، لذا به جاه فلان معنایی نداره، به خاطر فلان معنایی نداره. لذا این توسل را اساتید ما، مشایخ ما میگن درست نیست، و بعضی از علما اون را درست میگن. این اختلافی است، این اختلاف زیاد نیست. بعضی متاسفانه این را میخواند که چی بکنند؟ بارز بکنند. این را میخواهند که یک مقداری برجسته بکنند. اصل مشکل ما با اون توسلی هست که انسان غیر خدا را کمک بگیرد، استمداد کند غیر الله را، یا بره پیش صاحب قبر، صاحب قبر را فریاد بزند. این توسل بالاخره بعضی گفتن درسته، از عبارات، از حدیثی ثابت نیست، از عبارات بعضی از بزرگان، ولی اساتید ما میفرمایند که کاملا پایبند قرآن و سنت باشیم، هرچی از قرآن و سنت ثابته انجام بدیم، هرچی ثابت نیست انجام ندیم. اما کسی اگر بخواد توجیه بکنه، چرا مثلا به حرمت را بعضی توجیه میکنه، به حرمت یعنی به احترامی که من برای فلان شخص قائل هستم، خب به احترام اون وقت جز اعمال میشه، جز موارد ایمانی میشه، بعضی اینطور توجیه میکنن. علی ای حال، ببینید اینجا الله عز و جل فرمود که شما با توسل به خدای عز و جل نزدیک بشوید، اما یکی از اون چیزهایی که تو را به خدا نزدیک میکنه
الله ذکر فرموده. اون چیه؟ اون عمله، عمل جهاد است. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. وسیله گفتیم که هر چیزی که سبب تقرب انسان به خدا میشه از فعل طاعات و ترک سیئات. مثلا به وسیله چی چیزی به خدا نزدیک بشید؟ وجاهدوا في سبيله. شما که مجاهد بشی، سبحان الله، مال و جان را بر طبقه اخلاص گذاشتی، بر کفه اخلاص گذاشتی، دیگه خیلی با خدا نزدیک میشی. پس جهاد یکی از اعمالی هست، یکی از توسلهایی هست که شما را به خدا نزدیک میکند. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. شاید شما رستگار بشید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا. این تخویف اخروی هست. الله می فرماید همانا کسانی که کفر کردند، نتیجه اخروی، لو ان بالفرض اگر باشد برای اونها، ما في الارض جميعا، تمام خزانه هایی که در زمین است همگی، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه، تا که فدیه بدن اینها را از عذاب روز قیامت، بخند از عذاب روز قیامت رهایی و نجات بیابن. ما تقبل منهم، از اونها قبول نمیشه. ولهم عذاب علیم، برای آنان چی هست؟ عذاب دردناک است. کسی که کفر را اختیار میکنه و همین کفر انگیزه یکی از دلائل جهاد است. اینها وقتی که به جهنم وارد بشند، یریدون ان یخرجوا من النار، اینها میخواهند از آتش خارج بشند. و ما هم بخارجین منها، الله میفرمای خارج نیستند اینها از اون آتش، خارجین نیستند. ولهم عذاب مقیم، برای اینها عذاب دائمی و همیشگی هست. و السارق و السارقه، ببین بحث محاربه آمد. محاربه یا قطع الطریق، قطع الطریق راهزن، اونم یک دزدی هست. اما اونجا دست و پا قطع میشد. یک دزدی دیگه هست که کسی از پیش کسی دزدی میکنه، نه اونطور علنی که برای شروع و وحشت ایجاد بکنه، آهسته مخفیانه که اون طرف اصلا متوجه نمیشه، جیبش را میزنه، مغازش را میزنه، صندوقچهش را میزنه، گاف صندوقش را میشکنه، خلاصه هیچ روب و وحشتی ایجاد نمیکنه. پس اینم دزدی جنایت، ولی از اون درجه چی هست؟ پایین‌تر. به این خاطر فقط یک دست اینجا قطع میشه. و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، دزد مرد یا دزد زن، قطع کنید دستشون را، دست هایشون را، این هر دو را، اگر هر دو تا دزدی کرد، جزاء به ما کسبا، این جزایی هست، کیفر عملی است به سبب آنچه که کسب کردن، نکال من الله، این عبرتی از جانب خدا. والله عزیز حکیم، الله عز و جل عزیز هست، هم غالب هست و هم کارهایش مملو از حکمته. بعد از این بیان توبه سارق است. اگر سارق توبه کرد، فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، هر کسی توبه کرد بعد از ظلمش و اصلاح شد، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، بدون شك الله بر او رجوع میکند. چرا؟ چون که خدای تعالی غفور رحیم است، بخشاینده و مهربان است. خب، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، این متعلق با کفر اهل کتاب است. ما قبلا خواندیم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. بحث اصل روی سخن با اهل کتاب بود. در وسط موضوعاتی از جهاد آمد که اهل کتاب، بعضی از اهل کتاب از جهاد سر باز زدند. حال الله عز و جل برای توحید، چون اونجا کفرشون به خاطر شرکشون هست که الله را و عیسی را یکی میدونند، اینجا الله عز و جل می فرماید الله اون ذاتی هست که پادشاهی مطلق داره، قدرت مطلق داره، اختیار مطلق داره، اما عیسی علیه الصلاه و السلام نه. الله می فرماید الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی که همانا الله برای اوس پادشاهی آسمان ها و زمین، یعذب من یشاء،
عذاب میده هر کسی را که بخواهد و یغفر لمن یشاء و می بخشد کسی را که بخواهد والله على كل شيء قدير. الله بر هر چیز قادر است. عیسی مادرش اینطور نیستند، لا عیسی و امه. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ببینید اینجا چون کفر و کفریات اهل کتاب بیان شد، الله تعالی در ادامه هم برای اونها زجر و سرزنش بیان می فرماید و هم تسلی برای رسول الله که ای رسول من، شما را نگران نکند، شما را حزین نکند کفرگویی و کفریات منافقین و اهل کتاب. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ای پیغمبر، ای رسول من، شما را حزین نکند کسانی که در کفر به سوی کفر با سرعت رفتند، با سرعت در کفر رفتند. کی بودند اونها؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم. از آنانی که گفتند ما ایمان آوردیم با دهانشان گفتند، ولم تؤمن قلوبهم، و دلهای اونها ایمان نیاورده بود، ایمان در دل نداشتند. و همچنین و من الذين هادوا، از آنهایی که یهودی شدند، یهودیانی که سماعون للكذب، گوش کنندگان دروغ هستند. یعنی اینها فقط گوش هستند دروغ را. و بعد منظور در جلساتشون همش دروغ هست، و علاوه از این که همش دروغ میگویند، دروغ میشنوند، در جلسه شما هم به عنوان جاسوس هستند. سماعون لقوم آخرین، گوش کننده هستند به عنوان جاسوس برای قوم دیگر. قوم دیگر یعنی چی؟ احبار و رهبان یهود بنویس. برای رؤسای خودشون اخبار میبرند، اونهایی که قوم آخرین لم یأتوک، قوم دیگری که پیش شما نیامدن. اینجا ببینید کفرگویی و کفریات اینها چی بود؟ تحریف. در رابطه با این آیات نوشتند، بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که موضوع رجم و سنگسار در قرآن صریح نیست، اما اشاره هست، در این آیات اشاره شده. آیات را که ترجمه بکنیم شما میفهمید چقدر اشاره زیادی هست. ببینید یک زن یهودیه بود، حتی گفتن اسمش فاطمه بود. این زن یهودیه دزدی کرد، بحث سارق آمد نه، دزدی کرد و ببخشید در رابطه با همین فاطمه آمده که دزدی کرد، و این دزدی کرد در دین یهود باید چیکار میکردند؟ باید دستش را قطع میکردند. پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم آوردن، آن حضرت فرمود حکمش از نظر ما قطعیه دست. اما بعضی میگن نه، زنا کرده بودند. زنا کسی که ازدواج کرده متأهله. در تورات هم حکمش چی بود؟ رجم بود. اینجا بحث رجم هست. و اونها وقتی که دیدن تمام احکام قرآن و احکام مسلمانان و اصلا شریعت اسلامی نسبت به احکام یهودی ها در اینها سهل بیشتری هست، آسانی بیشتری هست، لذا گفتن که چون اینها که زنا کرده بودن از اشراف بودن، گفتن شما اینها را ببرید پیش پیغمبر اسلام، او را بگوید فیصله بکنه. چون اونجا اگر خودشون فیصله می کردن باید اینها سنگسار می شدند و اینها از اشراف بودند. گفتم پیغمبر اسلام به گمان اینکه در هر چیز اسلام تخفیف میده، اسلام آسانتر گرفته، شاید اینجا برای اینها هم جرم آسانتری تعیین کرد. اینها را وقتی که خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آوردند، آن حضرت فرمود که جرمی که در دین ما هست برای چنین
زانی های اون سنگسار است، باید او را سنگسار بکنی. و بعد پیغمبر به اونها گفت مگر در دین شما در تورات چیه؟ یکی از ملاهایشون به نام عبدالله ابن سوریا اینجا بود، او گفت که در دین ما این هست که چهرهش را سیاه بکنیم، بر حیوان سوار بکنیم و تشهیرش بکنیم، بدنامش بکنیم، تو شهر بگردانیم، همه ببینند آبروش بره. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفت که همین دستور تو کتاب شما؟ گفت بله. گفت بیارید تورات را بخوانید. او آورد تورات را بخوند، اونجایی که حکم رجم بود دست را گذاشت بر اون. حضرت عبدالله ابن سلام، عالم و حافظ تورات، از علمای سابق یهودی که به عنوان مسلمان بود، اینجا نشسته بود، دستش را برداشت، گفت اینجا بخوان، این چیه؟ اون رسوا شد، داشت تحریف میکرد، کتمان میکرد. لذا الله عز و جل این آیات را نازل فرمود. ببینید، سمعون لقوم آخرین لم یأتوک، اینها گوش میکنند هرچی که شما بفرمایید و منتقل میکنند برای قوم آخرینی که پیش شما نیامدند. و دیگه چیکار میکنند؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعه، تحریف میکنند کلم یعنی کلام الله را بعد از اون مواضعش یا دستور خدا را بعد از مواضعش، یعنی در اون جایی که الله تعالی دستور داده اون را تحریف میکنند، اون را جابجا میکنند. تفسیر کبیر امام رازی نوشته من بعد مواضعه ای وضع الجلد مکان الرجم، به جای سنگسار اونها چطور تحریف کردن؟ گفتن ضرب شلاق هست و تشهیر است، شلاق بزن بعد او را بدنام بکن. اونا به پیغمبر، به پیروان خودشون گفتن، همین ملاهای بزرگ، احبار و رهبان گفتن یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه، برید اونجا ببینید اگر همین حکم به شما داده شد بگیرید، همین حکمی که ما میگیم یعنی شلاق و تشهیر. و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر داده نشدید این حکم بر حذر باشید. امام نصفی نوشته همین محرفین، همین کسانی که تحریف کردن تورات را، اینها گفتن چی گفتن؟ ان المحرفین والقائلین هم القوم الاخرون، این قوم آخرون، سماعون لقوم آخرون، همونها بودن که تحریف کرده بودن. اونها ای یقولون لاتباعهم السماعین لهم، به اتباع سماعین خودشون گفتن، روح المانی اینه گفته، چی گفتند؟ این اوتیتم هذا المحرف المزال عن موضعه، اگر این جمله‌ای که تحریف کرده بودند و از جایش زائل کرده بودند، اگر گفتند که شما مثل این حکم داده شدید، فحذروا، نه قبول نکنید، بلکه اگر به شما گفتند شلاق بزنی قبول بکنید. الله عز و جل قانون را ذکر می فرماید و من یرد الله فتنته، هر کسی الله اراده بکند فتنه او را یعنی گمراهی او را، اضلاله، فلن تملک له من الله شیئا، نفی مختار کل، هرگز شما مالک نیستی برای او از خدا چیزی، یعنی از عذاب خدا چیزی. اولئک الذین لم یرد الله، این افراد کسانی هستند که الله اراده ندارد، ان یطهر قلوبهم، اینکه دلهای اینها را پاک بکند، دل اینها برای همیشه و همیشه سیاه است. لهم فی الدنیا خزیون، برای اینها در دنیا رسوایی هست به خاطر این تحریف و بدنامی هست. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای اینها در آخرت عذاب عظیم هست، عذاب بسیار بزرگ. سماعون للكذب، قبلا شما خواندین سماعون للكذب، اینم بدل از اون سماعون للكذب است که همیشه دروغ میگویند، چون یه چیز دیگه میخواد بهش عطف بشه، تکرار شده. سماعون للكذب یعنی دروغ، یعنی گوش کنندگان سخن دروغ هستند. و اکالون للسحت، زیاد حرام میخورند. اکالون مبالغه هست، سماعون مبالغه هست،
سحت یعنی مال حرام، همین ها که تورات را تحریف کردن به خاطر اینکه اون جانیان از اشراف زادگان بودند، لابد از اونها پول زیادی گرفتند که کتاب خدا را برای اونها جابجا کردند. لذا الله عز و جل می فرماید ای پیغمبر، اگر اینها آمدند برای اینکه شما فیصله بکنید، شما اختیار دارید. فَإِنْ جَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آمدن بین این دو مسئله شما اختیار دارید، یا داوری کن بین اونها یا اعراض کن، برو پیش ملای خودت برو، چون شاید حرف شما را قبول نکنند. او اعرض عنهم، این اختیار دوم است. و ان تعرض عنهم، اما اگر اعراض بکنید از اونها، مراد از اعراض اینه که اگر شما اصلا بگید من فیصله نمی کنم، فلن یضرک شیئا، هرگز به شما ضرری نمی رساند. اما شیخ رحمه الله می فرماید خب مسلمه اگر اعراض بکنند ضرری نمی رساند، چون یا فیصله می کنی یا نمی کنی. اما ایشون می فرمایند که مفهوم این آیه این نیست که بعضی فهمیدند و ظاهر بر ظاهر قضیه کرد، بلکه مراد از اعراض، اعراض عن الحکم نیست، چون در صورتی که اعراض از حکم کند هیچ خطری برای رسول الله نیست. و اینکه فرمود فلن یضرک شیئا، معلوم میشه خطراتی هست که خدا پیغمبر خودش را حفاظت میکنه. پس مراد از اعراض، اعراض عن القاء العهد است، یعنی وقتی که پیش شما آمدند و فیصله کردی، فیصله شما را قبول نکردن، دیگه تعهدی که با اونها داری اون تعهد را بنداز، بگو شما که حرف ما را، حکومت ما را، قضاوت ما را، داوری ما را قبول ندارید، پس از این به بعد من و شما با هم پیمانی نداریم. اینه گفتند شیخ ای اِلَّمْ يُسَلِّمُ حُكْمَكَ، اگر حکم شما را تسلیم نکردند، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَنْ مُعَاهَدَتِهِمْ، از اونها اعراض کن و از معاهده اونها هم اعراض کن. و قل لهم نحن نقاتل معكم، بگی الان که حکم خدا را سوال کردید و اجرا اعلام شد و قبول نمی کنید، ما با شما می جنگیم، باید الان بپذیرید. وقتی رسول الله فیصله کرد، برو برگشت نداره که اجرا نشه، باید اجرا بشه. پس و این تعرض عنهم فلن یضرک شیئا، و این حکمت، اما اگر صورت اول اختیار کردی، داوری کردی بین آنها، فحکم بینهم بالقسط، به قسط و انصاف داوری کن. ان الله يحب المقسطين، بدون شک الله عز وجل انصاف کنندگان را دوست دارد. حال صیغه استعجاب، الله تعالی اظهار می فرماید تعجب را که چطور اینها پیش شما آمدند، مگه خودشون کتاب خدا ندارند؟ خودشون تورات ندارند؟ و کیف یحکمونک، چگونه شما را حکم و داور قرار دادند، در حالی که وعندهم التورات، نزد آنان کتاب تورات هست، فیها حکم الله، در همون تورات هم حکم خداست. اما ثم یتولون من بعد ذلک، بعد از اون اعراض میکنند، چرا اینجا به نفعشون نیست؟ تورات دستور سنگسار کردن داده. و ما اولئک بالمؤمنین، حقیقت اینه که اینها به همون تورات هم ایمان ندارند. و ما اولئک بالمؤمنین، یعنی بشیء من من کتاب الله، لا بالتورات، بالتورات هم ایمان ندارند. و الا لعملوا بها، و الا اگر ایمان داشتن عمل میکردند. و آمنوا بما یصدقه و یوافقه، ایمان می آوردند اون چیزی که تصدیق میکرد، اون را موافق بود. ولا بکتابی که، بکتاب شما هم اینها ایمان ندارند. تفسیر مظهری. خب حال الله عز و جل درباره همین تورات، فضیلت تورات، اصل تورات، الله بیان میفرماید انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، همانا ما تورات را نازل کردیم، در آن تورات هدایت است از جانب الله و نور هست. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، بوسيله همین تورات فیصله کرده، داوری کرده انبیاء گذشته. 4000 پیغمبر بودن بین موسی و عیسی، همه اینها برای اینها تورات بود.
فیصله و داوری کردن به وسیله همین تورات انبیا الذین اسلموا، اون انبیایی که در مقابل تورات تسلیم بودن اعتقادا و عملا. للذین هادو، برای کی فیصله کردن؟ برای یهودیان، برای کسانی که یهودی بودن. و الربانیون و الاحبار، و همچنین فیصله کردند بعد از انبیا بقیه ربانیون و احبار، یعنی دراویش و علماء یهود. ربانیون یعنی دراویش، و علماء احبار یعنی علماء. بما استحفظوا من کتاب الله، این بابای سببیه هست، فیصله کردن به سبب آنچه که حفظ داشتن از کتاب خدا، یعنی اون چیزی که از کتاب خدا را حفظ داشتن به اون فیصله کردند. و کانو علیه شهدا، بر این خودشون هم جز گواهان بودند، لذا اونها فیصله کردند. الان این یهود موجود فیصله نمی کنند و از فیصله تورات گریزانند. پس اینجا خطاب به علماء یهود است. ای علماء یهود، اسلاف شما، انبیاء شما، علماء ربانی گذشته شما، اونا به همین تورات عمل کردن، به همین تورات فیصله کردن. هر کسی جرمی کرده به وسیله همین تورات حکمش را اعلام کردن. شما چرا از مردم میترسید؟ فلا تخشوا الناس واخشوني، شما از مردم نترسید، از من رب بترسید. اینجا چند اصله، از مردم نترس، از غیر الله نترس، واخشوني از من الله بترسید. و دوم، ولا سوم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، نگیرید در مقابل آیات من پول کم، یعنی حب مال را از خود خارج کنید. از جیب مردم هم نترسید که جیبشون برای شما دیگه قطع میشه، دیگه به شما چیزی نمیرسه. نه، شما فقط از خدا بترسید. برای علمای این امت هم این آیات درس هستند که نباید بترسیم و احکام خدا را تغییر بدیم به خاطر خوشنودی سرمایه داران، به خاطر راضی کردن حکام، به خاطر خلعت و سلعتی که به ما بدهند، به خاطر پول دلاری درهمی به ما بدهند. نه، حقگو باشیم، از خدا بترسیم. اینهایی که الله تعریف کرده برای ما فقط داستان نیست، اینا موعظه هست. از کجایشون باید موعظه بگیریم؟ همین بخش ها. دین فروش نباشیم، احکام خدا را به خاطر اهل حکومت و ارباب حکومت تغییر ندهیم. و الله بعد از اون می فرماید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اینهایی که حکم نمی کنن به آنچه که خدا نازل کرده، اینها کافرند. اینها کافرند یعنی چی؟ بعضی از معاصرین که عقیده تکفیر دارند و با اندک چیز مردم را تکفیر میکنن، استنباطشون از این نوع آیات است که این آیات گفته هر کسی که حکم خدا را اجرا نکند کافره. لذا بعضی میگن هر کسی هر حکمی را اجرا نمیکنه، نماز نمیخونه کافره، حجاب نداره کافره، جهاد نمیره کافره. به همین خاطر بر عامه مسلمانان حکم تکفیر میزنن و بعد در بلاد اسلامی که کفر آمده میگه اون کفر را هم بکشید، مسلمانان را هم بکشید، اینا همه کافرند. اینا حکم خدا را زیر پا گذاشتند. اینطور نیست. و من لم يحكم بما انزل الله، بلکه قرآن را باید بفهمیم. در مسند امام احمد ابن حنبل رحمه الله روایتی هست که اون روایت این آیه را تفسیر میکنه، میگه و من لم يحكم بما انزل الله، یعنی و من لم يعتقد، هر کسی به کتاب خدا اعتقاد داشته نباشه. همین الان خواندیم که و ما اولئک بالمؤمنین، اینا ایمان به تورات ندارند. پس اینا ایمان نداشتند، اعتقاد نداشتند که حکم نکردند، و الا اگر اعتقاد داشتن به تورات چی میکردند؟ عمل میکردند. پس و من لم يحكم به معنی چی هست؟
ایمان نیاوردن، اعتقاد نداشتن، باور نداشتن، نه اینکه عمل نکردن. عمل انسان را فاسق میکنه، کافر نمیکنه، از دین خارج نمیکنه. و کتبنا علیهم، اینجا بیان مسئله قصاص است، هم رجم نوشتیم هم قصاص نوشتیم بر اونا. نوشتیم در همین تورات که ان النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس کشته بشه، والعین بالعین، چشم در مقابل چشم در آورده بشه. اگر چشم کسی را نابینا کرده، چشمش را باید بینایش را بگیریم. والانف بالانف، بینی در مقابل بینی، والاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش، والسن بالسن، دندان در مقابل دندان، والجروح قصاص، بقیه زخم ها قصاص، یعنی برابری، هر اندازه زخم کرده همون اندازه زخم. اما کسی اگر تصدق کرد، عفو کرد، فمن تصدق به فهو کفارت الله، همین صدقه خودش کفاره او هست، دیگه کاری باش داشته نباشن. این احکام را ما نوشته بودیم. و من لم يحكم بما انزل الله، هر کسی که به آنچه که خدا نازل کرده فیصله نکند یا اعتقاد داشته نباشه، او ظالم است. و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، این بحث یهودی ها بود، اینجا بحث یهود تمام میشه. الله میفرماید ما تورات را دادیم، در تورات این هدایت بود، بعدا انبیاء زیادی آمدن به تورات عمل کردند تا زمان سیدنا عیسی. پشت سر اونها ما فرستادیم، علی آثارم، یعنی پشت سر اون نبیون، به عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم را. عیسی ابن مریم آمد در حالی که عیسی ابن مریم مصدق لما بین یده، تصدیق کننده اون توراتی بود که جلوی عیسی بود. و باز به انجیل دادیم، قبلا تورات را الله تعریف کرد، الان انجیل را. و آتیناه الانجیل، ما به عیسی انجیل دادیم، فیه هدا و نور، در آن هدایت و نور بود. درباره تورات همین گفته شد، هدایت و نور. هدایت یعنی عقاید، نور یعنی اعمال. عقاید را انسان بگیرد، راه را بلد میشه، به دستورات عمل بکند، نور برایش پیدا میشه در دلش، در قبرش، در میدان حشرش. و آتیناه الانجیل فیه هدا و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات، تصدیق کننده بود اون توراتی را که قبل از اون، قبل از انجیل بود. و هدا و موعظه للمتقین، و هدایت و موعظه بود برای خدا ترسان، اهل تقوا، مستفیدین من الانجیل. و بعد گفتیم و قلنا، گفتیم چی گفتیم؟ و قلنا ليحكم اهل، ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، باید اهل انجیل فیصله بکند به آنچه که الله نازل فرموده در انجیل، مطابق انجیل. و اگر مطابق انجیل فیصله بکند، تو انجیل نوشته مصدقا لما و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، باید به احمد هم ایمان بیاورد. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، هر کسی که اعتقاد داشته نباشد به آنچه که خدا نازل کرده، اون فاسق است. اعتقاد داشته نباشه فاسق است، اینجا به معنای فرد کامل فاسق، فاسق همون که از دین خارج است، ای المتمردون عن الخارجون عن حکمه او عن الايمان. خب پس تورات را نازل کردیم، انبیا به تورات حکم کردند، انجیل را نازل کردیم، عیسی آمد حکم کرد، و بعد از اون بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم کتاب مقدس قرآن را نازل کردیم. و انزلنا الیک الکتاب، ما نازل کردیم به سوی تو کتاب کاملی که بالحق، به حق بود، یعنی واقعا راست بود، یا برای اظهار حق بود. مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، تصدیق کننده آن کتاب هایی که جلوی این بودند، قبل از این بودند، تصدیق کرد اون کتاب ها را.
و مهیمنا علی، این وصف سوم، و مهیمنا علی یعنی مراقب اون کتاب ها، نگهبان اون کتاب ها. به چه معنا؟ که این علماء سو و علماء محرف که هر جا تحریف کردن، دستکاری کردن، قرآن اون مطالب را، واقعیت ها را بعدا بیان میکنه. اونها توحید را دستکاری کردن، قرآن اصل توحید. اونها رسالت را دستکاری کردن، قرآن و موضوع رسالت را شفاف میکنه. پس اون مطالبی که اونها دستکاری کردن، قرآن چی میکنه؟ و مهیمن علی، رقیب و نگهبان است. پس ای نبی من، ای پیغمبر خاتم، فحکم بما انزل الله، داوری کن، فیصله کن به آنچه که الله نازل فرموده. ولا تتبع اهواءهم، از اهواء و خواهشات علماء یهود و نصارا پیروی نکن. مراد از اهواء چی هست؟ احکام خود ساخته علماء یهود و نصارا، از اینها شما پیروی نکن. ولا تتبع اهواءهم، چرا؟ عما جاءك من الحق، بخاطر آنچه که حق پیش شما آمده. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، برای هر یک از شما ما قرار دادیم شرعه. شرعه یعنی طریقه، و منهاج روش. اکثر علما می فرمایند که هر دو معناش یکی هست. بعضی گفتن شرعه از نظر وضوح و ظهور، و منهاج از نظر عمل کردن بر آن. الله مالوسی قول نقل کرده، اما خودش گفته لیس بشه، این غلط است. گفته شرعه الاحکام الفرعیه و منهاج الاحکام الاعتقادیه. احکام فردی را میگن شرعه، منهاج احکام اعتقادی. ولی اصلش اینه که الله میفرماید برای هر گروهی، هر امتی، لکل ای من الامه، قرار دادی ما از شما شرعتا، روشی و منهجی که بر اون روش و منهج، بر اون طریقه عمل بکند. و اگر الله میخواست همه شما را یک امت قرار میداد، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده. اما ما قبلا عرض کردیم همه جا که اینطور میآید، توضیحش در سوره مائده همین جاست. ولكن ليبلوكم، چرا خدا امت واحده قرار نداد، شما را بالاجبار مؤمن نکرد، بالاجبار موحد نکرد؟ خدا میخواد امتحان بکنه، به اختیار خود شما گذاشت. لیبلوکم فی ما آتاکم، در آنچه که به شما داده. لذا الان شما در معرض امتحانید، فاستبقوا الخیرات، در امور خیر از همدیگه پیشی بگیرید. الالله مرجعکم جمیعا، فقط و فقط به سوی الله بازگشت همگی شما. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، اونجا به شما خبر میده در آنچه که شما اختلاف داشتید. یعنی بعد از اینکه حق واضح میشه، میگه شما اختلاف داشتی، آیه بر حق بودی یا بر باطل. و انحکم، اینم مربوطه، و انزلنا الیک الکتاب، ای محمد ما به سوی تو کتاب را نازل کردیم. حال که کتاب را نازل کردیم، شما به وسیله همین کتاب بین اونها فیصله بفرما. ولا تتبع اهواءهم، از خواهشات اونها یعنی آراء غلط و باطل اونها که با اون آراء غلط کتاب خدا را ترک کردند، تورات را ترک کردند، شما از اون آراء پیروی نکن. و ان احکم بینهم بما انزل الله، اینکه شما فیصله کن، حکم کن بین آنها، بین یهود، به آنچه که الله نازل فرموده. ولا تتبع اهواءهم، و پیروی نکن از خواهشات اونها، از نفسیات اونها، از هوای نفس آنها. واحذرهم، و از آنها برحذر باش. ان یفتنوک، اینکه شما را بلغزانند، یعنی عن ان یفتنوک، برحذر باش تا اینکه نلغزانند. از چی؟ عن بعض ما انزل الله الیک، از بعضی اون چیزهایی که خدا بر شما نازل کرده، یعنی دستوراتی که خدا صادر فرموده. یک وقتی شما را از این دستورات فاصله ندهند، به همین خاطر از اونها بر حذر باش. ان یفتنوک، عن ان یفتنوک، از این که شما را بلغزانند و در فتنه واقع کنند، از بعضی آیاتی که الله نازل فرموده. فان تولوا، پس وقتی که
بما انزل الله شما فیصله کردید و آنها روی گردانی کردند، فعلم بدون که انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم. الان دیگه وقت مصیبتشون هست، الله میخواهد برساند به اونها عذابی، بلایی، مصیبتی به سبب بعضی از گناهانشان. و این کثیرا من الناس لفاسقون، بسیاری از مردم فاسق هستند، لذا شما نگرانشون نباشید. اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینها حکم جاهلیت میخواند؟ میخواند که شما طبق جاهلیت بر اونها فیصله بکنی؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، در حالی که چه کسی هست از الله زیباتر، بهتر از نظر حکم؟ بهترین حکم حکم جاهلیت نیست، حکم خداست، فیصله الهی هست. اما برای قومی که یوقنون، یقین داشته باشن، بهترین چیز برای اونها همین فیصله رب العالمین هست. صدق الله مولانا.